سلام به همه دوستان. اگر تشریف دارین سر کلاس، ادامه کلاس من شروع کنم. بسیار عالی. ببینید، تو حوزه سرمایه گذاری ما دو روش داریم. بر اساس همون تست MBTI که خدمتون گفتم که حتما این تست رو بزنید، دو تا توی اون کاراکترتون مشخص میشه و بر اساس اون کاراکتر شما میتونید در یکی از این دو حوزه سرمایه گذاری یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم مسیر و تکلیف خودتون رو بدونید. اگر دوستی رسید به اینکه اصلا به درد بازارهای مالی نمیخوره، نه اینکه از بازار مالی باید خارج شه یا اصلا وارد نشه، بلکه به جای سرمایه گذاری مستقیم از روش سرمایه گذاری غیر مستقیم باید استفاده بکنه. روش یک سرمایه گذاری مستقیم یعنی همینی که من میرم خودم بیت کوین میخرم، اتر میخرم، مونرو میخرم و و و و اقدام میکنم به چی؟ به اینکه بیافتم تو دل خرید و فروش. یه موقع هم هست که من قرار نیست به عنوان یه سرمایه گذار خدمتتون عرض شود که دیلی تریدر شروع کنم به خرید و فروش، بلکه میخوام فقط به عنوان یک آدمی که توی بازار میخواد سرمایه گذاری کنه یه قسمتی از منابع مالیش رو این تو داشته باشه عمل کنم. که همونطور که میبینید تو بازار کریپتوکارنسی قسمت زیادی هولدرن، نگهدارنده بیت کوین و سایر رمزارزها برای بلند مدت هستن. بک هودلن، نگه میدارن برای مدت طولانی. پس دو تا روش مستقیم و غیر مستقیم داریم. تو روش غیر مستقیم میتونم برم از ظرفیت مثلا صندوق های سرمایه گذاری و اینجور چیزا استفاده بکنم که خودم درگیر نشم، یه ایجنت بگیرم این کار رو انجام بده. تو روش مستقیم اینه که من خودم درگیر میشم. هر دو مورد با هم میبینیم طی این دوره. تجزیه تحلیل ببینید تحلیل تکنیکال بر اساس تجزیه و تحلیل روندهای آماری قیمت و حجم. یعنی چی؟ یعنی من اون آقای چارلز داو هم می اومد بر اساس قیمت و حجمی که نوسان داشت توی خرید و فروش نسبت به تحلیل اون اقدام می کرد. وقتی قیمت رفته بالا، حجمش اومده پایین، قیمت مطمئنا فرداش اصلاح میکنه. این برای بازارهای منقطع. برای بازار متصل مثل بازار کریپتو که 7/24 میتونه به لحظه بعد این اتفاق براش بیفته. به همین خاطر چیزی به نام تایم فریم مطرح میشه، بازه های زمانی که بحثش طولانی تره. با هم ادامه مسیر خواهیم دید. فرضیاتی هم که برای تحلیل تکنیکال وجود داره، همه چیز در قیمت خودش رو نشون میده، حرکت در روندها هست، تو تایم فریم های مختلف و تکرار روندهای گذشته، همون سایکل های بلند مدتی که گفتم تکرار میشه. ببینید، یه چیزی توی اقتصاد به نام جغرافیای اقتصاد وجود داره. مثلا من یه بار داشتم اینو میخوندم، برام جذاب بود. مثلا در مورد ایران گفته بود، گفت ببینید شما کشورهایی که ریشه دارن، حتی یه دفعه هم یه کلیپی دیدم، شاید شما هم دیده باشین، یه استاد اقتصاد دانشگاه آمریکایی داره توضیح میده، من اونو پیدا کنم حتما سر کلاس شما یه بار دیگه نمایشش میدم. میگه کشورهایی که اینها تمدن دارن، سالیان سال از قدمت اینها میذاره، شما نمیتونید اینها رو از بین ببرید. اقتصاد اینها میتونی خراب بکنی، دستکاری کنی، نوسان ایجاد کنی توش، ولی اقتصاد اینها رو نمیتونی. ببینید چقدر جغرافیا روی اقتصاد تاثیر داره و این مسئله تکرار روندهای گذشته دقیقا به همین میانجامه. زمانی که یه چیزهای سیکلای بلندی دارن، شما مثلا یه سری کشور ببینید، به هر حال کشوری مثل چین، مثل هند، روسیه، مصر، اینا رو بیاین نگاه کنیم. حالا مثلا میرین سراغ تاریخچه اینها، درسته شاید مثلا دوچار نوسانات بشن، اما این اتفاق مقطعیه. شاید مثلا 50 سال 100 سال توی عمر یه سیکل اقتصادی بلند چیزی نباشه،
اما خب قطعا به عمر ما شاید قد نده، ولی میخوام بگم تو تایم فریم های بلند کشورهایی که دارن استراتژیک برنامه ریزی میکنن به قولی خیلی تاثیرگذار نیست. جالب براتون بگم هفته پیش بود برای من یه دونه فایل فرستادن، الان اون از رو اون فایله اتفاق میخوام این گروه تلگرام زودتر درست شه که من بتونم بر اساس اون یه سری فایل هم براتون بفرستم، چون شما دیگه الان به یه لولی باید بپردازین که یه مقداری بحث اقتصاد کلان هم داره دیگه، میکرو نمیخوای نگاه کنی، ماکرویی میخوای نگاه کنی و این اهمیت داره. دارم دنبال اون فایله میگردم که اگر بتونم همینجور روی صفحه بهتون نمایش بدم. خب حالا با این سرعتی که من دارم این صفحه رو میزنم بالا پایین پیدا نمیشه، اما توی اون داشت میگفتش که اقتصاد چین و اقتصاد هند در وضعیت فعلیشون میگفت، بعد پیش بینی 2030 رو انجام میداد و میگفت توی 2030 چجوری میتونن از اقتصاد امریکا بزرگتر شن و اینها همه اون نهیب اصلی است. میخوام تایی اینا دوم بشه گره بزنم به کریپتوکارنسی. اگر دلاره دوچاره یه همچین نوسانی شه، همه هم یادمون هست که 1970 نیکسون چه کلای سر دنیا گذاشت و اون داستان پشتوانه طلایی که از دلار برداشت و بعد اومدن دلار چاپ کردن و همینطور دادن دست مردم و بعد ارزش دلاره اومد پایین، حالا به یه نقطه‌ای برسه که مردم یک جایگزینی بهتری به جای دلار پیدا بکنن از اون خارج میشن که این جایگزین خوب میتونه کریپتوکارنسی و به صورت خاص بیت کوین باشد. پس خیلی دور از ذهن نیست که این اقتصاده میتونه کوچیک و کوچیک و کوچیکتر بشه و بحث اصلا این بحث اقتصاد کلان دیدیم توی یه سری مهمونی ها آدم ها میشینن دور هم دیگه همچین هم در مورد مسائل اقتصادی حرف میزنن، در مورد سیاست و فلان و بهمان صحبت میکنن، آدم فکر میکنه مثلا چه خبره بابا اومدی مهمونی به قول این خارجی what the fuck. اما بحث اینه که اگر من اینجا دارم مطرح میکنم دنبال این هستم که برم ارتباطش رو به کریپتو بدونم. اگر من همینجور فاکتورهای تاثیرگذار بر کریپتو رو بگردم و پیدا بکنم با منطق بهتری توش سرمایه گذاری میکنم. و تفاوت آدم ها هم بدونید دیگه تو این داستان مالی خیلی مهمه دیگه، تفاوت آدم ها تو این مشخص میشه. و اگر حالا به هر حال داریم طرف استاد دانشگاه هم هست دکترای اقتصاده ولی باز گیر وام مثلا 40 50 تومانی محل کارش و بانک و فلان و بهمان، خب این یه جای کار گیر داره دیگه، یا درس رو درست نخونده یا به خودش اطمینان نداره. به همین خاطر ما اگر چیزی هم میشنویم سعی کنیم ارتباطش رو و تاثیرگذاریش رو بر بازار کریپتو بررسی بکنیم، فقط دونستن اینه که خب مثلا گینی به ما نمی